بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. عذر میخوام از اینکه با کمی تاخیر خدمتتون رسیدیم. تمام تلاش ما این بود که این مناظره‌ای که حتما در جریانش هستید به خوبی و به وقتش انجام بشه. من یکم سریع صحبت میکنم که این وقت از دست داده رو بتونیم جبران بکنیم. ما در مناظره امشب که موضوع اصلیش در واقع بحث حول زندگی پیامبر در دعوت پیامبر در ابتدا و تعاملش با مشرکین مکه و سران مکه بوده صحبت خواهیم کرد. موضوعی است که در واقع توافقی است بین دو عزیزی که امشب در مناظره با همون هستن. و قبل از اینکه حالا مبحث رو شروع بکنیم و اطلاعات دقیق تر رو بدم، اجازه بدید که عرض سلام داشته باشم خدمت دوستان عزیز. از مهمانمون شروع میکنم، آقای سلیمانی امیری، که اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام دارم خدمتتون. آقای امیری خیلی خیلی خوش اومدید برنامه خودتون و به این مناظره، و امیدوارم که مناظره خوبی باشه. آقا سخن رو شروع کنید. خواهش میکنم. با سپاس و درود خدمت شما و جناب سجودی نازنین و یکایک بینندگان برنامه شما، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما و دیگر عزیزان داشته باشیم. انشالله که همینطور خواهد بود. بعد همراه عزیزم آقای و دوست عزیزم آقای سجودی عرض سلام دارم خدمتتون، که این برنامه متعلق به شماست. من عذر میخوام که در واقع دخالت دارم تو این قضیه، امیدوارم که مناظره خوبی داشته باشیم امشب. بفرمایید. آقای سجودی صدای بنده رو دارید؟ بله الان صدا دارم. بله بفرمایید آقا، سخن رو داشته باشیم از شما تا شروع کنیم مناظره رو. شما من صحبت کنم؟ بله صحبتتون رو با بیننده داشته باشید. سلام علیکم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه شما بینندگان عزیز، و در خدمت شما هستیم و خوشحال هستیم که در این برنامه سعی می‌کنیم از پیامبر خود، پیامبر محبوب خود دفاع کنیم. بله خیلی متشکر. من قبل از اینکه برنامه شروع کنم، اگه تصویر هر دو عزیز رو دوستان بدن خیلی ممنون میشم. آقای سلیمانی امیری، اینجور که توی بیوگرافی که من دارم نوشته شده، کارشناس ارشد حقوق هستن و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش، و آقای سجودی هم که معرف حضور دوستان شبکه نور هست، برای کسایی که ممکن این برنامه رو از جای دیگه دنبال کرده باشن و اولین بار داره شبکه رو میبینن، آقای سجودی از کارشناسان علوم دینی هستند که ایشون دانش آموخته تهران هستند و سالهاست که در عرصه رسانه و مسائل مرتبط به دین اسلام تحقیق دارند، و تحقیق و فعالیت‌های زیادی که امشب در خدمت این دو عزیز هستیم تا موضوع رو همونطور که خدمتون عرض کردم دنبال بکنیم. موضوع رو اینجور که در اطلاعیه ها هم گفته شده، ما یک سلسله موضوعات رو خواهیم داشت در مورد بررسی ریشه‌های منازعات اعتقادی پیامبر اکرم با سران مکه در سالهای آغازین رسالتشون، یعنی دوران مکی، و امشب اختصاصاً در مورد رفتار پیامبر با سران مکه صحبت خواهیم کرد. موضوع این هست که آیا سران مکه با پیامبر با تساهل و تسامح فعال همکاری داشتند، و آیا عکس العمل پیامبر یک عکس العمل منطقی و اخلاقی بوده، یا این برخورد چگونه بوده. امشب مفصلاً در این مورد صحبت خواهیم کرد. توضیح میدم خدمت هر دو عزیز اینکه هر نفر در هر زمان خواهش میکنم این قوانین رو رعایت بکنید، برای اینکه یک مناظره خوب و منسجم و علمی داشته باشیم و بیننده ها بتونن نتیجه لازم رو از این مناظره ببرند. اگه تصویر هر دو رو بدن خیلی متشکرم. آقای سلیمانی عزیز و آقای سجودی، خواهش میکنم از موضوعی که طرح میشه خارج نشید. من تذکر میدم اگر از موضوع خارج شدید، این عذرخواهی میکنم الان اگر مجبور شدم که اینو تذکر بدم. لطفاً میدونم که این اتفاق نمیفته، ولی خواهش دارم که به هیچ گروه یا شخصی اهانت نکنید در صحبتاتون، و زمان هر کس در تایمی که باید صحبت بکنه 3 دقیقه وقت داده میشه. من کرونومتر دارم اینجا، 3 مرحله من اعلام میکنم خدمتون، 30 ثانیه مونده به پایان 3 دقیقه خدمتون اعلام میکنم که 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت ندارید،
بعد پایان زمان رو هم اعلام میکنم. اگر کمی صحبتتون به ترازا کشید، حد اکثر میتونید 30 ثانیه اضافه بر وقتتون صحبت بکنید که از وقتهای دیگه تون کم میشه این. اگر که گفتگوتون یا توضیحاتتون کمتر از 3 دقیقه مجاز بود، میتونید وقت رو نگه دارید برای خودتون، بگید من بیشتر صحبت نمی کنم، توضیح دیگه ندارم، من اون مقداری که اضافه شده رو یادداشت می کنم و در هر زمانی که خواستید میتونید در پایان ازش استفاده بکنید. خیلی خیلی متشکرم باز از اینکه همراهیم با هم دیگه و امیدوارم که مناظره خوبی پیش بره. با طرح سوال از و توضیحات از آقای سلیمانی شروع میکنیم. 3 دقیقتون از الان شروع میشه آقای سلیمانی، بفرمایید. میکنم. ببینید من یک مقدمه ای رو عرض کنم و تقریر مطالبم رو شاید در نوبت دوم عرض کنم. ببینید ما آنچه که در مورد دین اسلام میخواییم ببینیم و بشناسیم همگی برگرفته از منابع خود مسلمانان است. یعنی ما در مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان هیچ سندی نداریم از افرادی مثل ولید ابن مغیره، عقبه ابن ابی معیط، از افراد دیگری مثل امیه ابن خلف و دیگر، حتی از ابو جهل هم چیزی نداریم. لذا همه این اسناد از سوی مسلمانان به یادگار مانده و ما امروز میخواهیم از دل آن وقایع نگاهی بی‌طرفانه و تاریخ مدار و روشمند نسبت به آن دوران داشته باشیم. طبیعی است که باید جوانب کار رو سنجید و دید که کفه ترازو حداقل به چه نحوی و به طرف چه کسی سنگین‌تر هست. خواهشی که من دارم این است که ما التزام داشته باشیم به یک روش علمی، منطقی و پژوهشی بدون از هر گونه ارتکاب مبالغه یا مسائلی از این دست که بتواند ما رو در اون موضوعی که می‌خوایم در خصوصش بحث بکنیم مجتمع نگاه داره که نتیجه بسیار خوبی هم بگیریم، بدون از هر گونه اهانت، توهین یا مسائلی از این دست که نه در شأن و شخصیت این جمع و بینندگان ما نیست. امیدوارم در پایان این که باب گفتگو باز بشه در میان ادیان مختلف، اعتقادات مختلف، تا بتوانند در کنار یکدیگر با تساهل و تسامح گفتگو کنند و نتیجه رو به بینندگان برنامه‌ها بسپارند. من عرضم تا اینجا تمام. در بعد سعی می‌کنم اون موارد اصلی مربوط به منازعات رو تغییر بکنم و بفرمایید منازعاتتون رو، طرح مسئله بفرمایید تا پاسخ آقای سجودی رو بشنویم. بله، ببینید ما در محیط حجاز آنگونه که میبینیم طبیعتاً ادیان با گرایش‌های مختلف آزاد بودن، یعنی حتی خود مشرکان هم به این امر گواه هستند که هر کدام از آنها یک بتی داشت، هر خانواده یک بتی داشت، هر قبیله هم یک بتی داشت. گویی در کعبه نزدیک به 360 بت وجود داشت و همه در موسم حج می آمدن در کعبه به نوعی عبادت می کردن، مراسم حج خودشون رو به جا می داشت. در این حال اقوام مختلف، شهرهای مختلف هم بتان مخصوص به خود رو داشتن. مثلا سقیف بت لات رو داشت در طائف، یا افرادی که در مدینه بودن بت در واقع منات رو داشتن در منطقه القدیس و جاهای. خب این نشان میده که اعتقادات اونها نسبت به بتان یک اعتقاد دوگ نبود، اینکه شما بخواهید یک بتی رو برجسته بکنید و بخواهید بتان دیگر رو نفی بکنید. این در اون بستری که در حجاز بود وجود نداشت. در اون بستر حنفا هم بودن. آقای سلیمانی یعنی صدقتون تموم شده، من اضافه میگیرم برای این مقدمه و به آقای سجودی هم همین مقدار رو خواهم داد، بفرمایید. خواهش میکنم. وجود حنفا هم بودن، افرادی مثل ولقت ابن نوفل، عثمان ابن حویرث، ابن ساعده، زید ابن عمرو بن نفیل و همه اینها مورد احترام بودند. یعنی با اینکه بت پرست نبودند اما در اون جامعه مورد احترام بودند. هیچ گزارشی از شکنجه اونها وجود نداره. وجود اهل کتاب هم بود، یعنی ما افرادی رو میبینیم که اینها هم اهل کتاب بودند و در اون محیط زندگی میکردند. حال پیامبر اسلام زمانی هم که میآید در چنین بستری با اون تساهل و تسامح اعتقادی میخواهد به نشر دین خودش اهتمام بکند، اما او دست به در واقع کارهایی میزنه که بعد از 3 سال دعوت مخفیانه و علنی شدن اون به نوعی مشرکان رو در یک موضع انفعالی بسیار شدیدی قرار میده که من اسناد اون رو در نوبت بعد عرض خواهم کرد. بنابراین ما در این بخش میبینیم محیط مکه اساساً یک محیطی نبود که یک حاکمی با یک قرائت رسمی دست به سرکوب عقاید دیگر بزنه. افرادی با گرایش‌های حتی اهل کتاب در اون جامعه محترم بودند. حال پیامبر اسلام در این جامعه 4 دقیقه شد. بله.
خب آی سجودی لطف فرمایید، اگر مقدمه هم دارید میتونید صحبت بکنید، 4 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید. بله من مقدمه ندارم، شاید 4 دقیقه هم صحبت نکنم چون میتونید وقتی رو سیف کنید. آقای سلیماری رو بله نشنیدیم، اما ایشون فرمودن که محیط مکه محیطی بود آزاد. بله در یک راستا آزاد بود، یهود و نصارا میگه آزاد بودن، بله آزاد بودن، ولیکن آزادی نبود. من برای اینکه برای بینندگان و برای آقای سلیمانی مثلا مشخص بشه، مثال ایران میزنم. در ایران یهود هم آزاده، زرتشتی هم آزاده، نصارا هم آزاد هستن، حتی به اصطلاح کسایی که موحدین هستن مثل آقای طباطبایی و غیره نماز جمعه خودشون احیانا دارن احیانا ندارن، ولی با این وجود اهل سنت مسجد ندارن. با این وجود افرادی مثل ما حتی در خارج هم تحت تعقیب هستن که ترور بشن. پس این که یک عده آزاد هستن دلیل بر این نیست که همه آزاد باشن. این نتیجه گیری ایشون اولا غلطه و بینندگان رو توجه داشته باشن که این نتیجه گیری که یک گروهی، خب همه بت پرست بودن، مخرج مشترکی داشتن، منتها یک فردی اومد گفت که من خدای واحد رو بپرستید، این خوششون نیومد. گفتن حتی که آیه قرآن هست که میگه اگه ما حرف تو رو گوش کنیم تمام شب جزیره عرب علیه ما بلند میشه. یعنی چی؟ یعنی همه ما مشترک هستیم، یکی توی اومد یک حرف جدیدی رو میزنیم. من البته یک نکته رو همون که میخواستم مقدمه بگم مؤخره میگم، این جواب آقای سلیمانی. این رو میخوام فقط به بینندگان بگم که شما در این مناظره منتظر نباشید که آقای من مثلا اعلام کنم که ملحد شدم یا آقای سلیمانی اعلام کنه که موحد شده، اینو انتظار نداشته باشید. شما حرفای دو طرف، چون بعضی از بینندگان متاسفانه متوجه مسئله نمیشن، میگن که آقا طرف مقابل که قبول نکرد، قبول نکردن من دلیل بر حق بودن من نیست. لذا خوب توجه داشته باشید که حرف دو طرف رو بسنجید و از اون نتیجه بگیرید. پس دوباره تکرار میکنم که آزادی در مکه بود، ولی برای همطیفای خودش مثل اصولگرا، نمیدونم بنیادگرا، این چیزایی که میگن تو ایران، ولی برای همه که آزادی نیست. بله حرف من تمومه. بله یک دقیقه و 30 ثانیه شما اضافه دارید که میتونید بعدا از استفاده بکنید. من یادداشت میکنم. آقای سلیمانی عزیز، صحبت های آقای سجودی رو شنیدید؟ بله. جواب شما رو میشنویم و در مورد تساهل تسامح هم اگه ممکن است توضیح دقیق تری بفرمایید. متشکرم، بفرمایید. حتما. ببینید اولا موقعیت ایران امروز رو ما نمیتوانیم با عربستان مقایسه بکنیم، چون ایران امروز خود محصول همان اسلامی است که به نوعی منکر عقاید دیگر هست که ما به اون خواهیم رسید. اما در این که یهودیان آزاد نبودند، خب شما مصداق بیارید کدام یهودی در حجاز توسط ابوجهل شکنجه شد؟ کدام آیا ورقه ابن نوفل، عثمان ابن حویرث، زید ابن عمرو ابن نوفل اینا شکنجه میشدند یا دارای احترام بودن؟ شما، من عرض کردم یک مصداق به ما بدید. کلی نباید این مطلب رو بفرمایید که اونجا آزاد نبودن. شما مصداقی برای این نداریم. اتفاقا اونها دارای احترام بودن. مثالاتون رو لطفا از مکه بفرمایید، چون مبحث ما در مکه است. بفرمایید. بله. ببینید اتفاقا زمانی که پیامبر اسلام ادعای نبوت کرد، افرادی مثل نضر بن حارث بن کلده و عقبه ابن ابی معید، اینها میرن به مدینه نزد اهل کتاب، چون اونها به نوعی مورد احترامشون بودن، که سوال بکنن از اونها، میگفتن شما اهل کتاب هستید، آیا این ادعایی که محمد میکنه درسته یا نه؟ ببینید این احترامی بود که در میان اونها وجود داشت. مثلا شخصی مثل ابو عامر که در درون قبیله اوس در مدینه بود، پیامبر اسلام آمد به مدینه، به او گفت ابو عامر فاسق. او آمد به مکه، همون احترام رو داشت که در مدینه داشت. ببینید مصداق باید ارائه بکنیم، نباید کلی بگیم اونها آزاد نبودن. خب شما مصداق ارائه بکنید. بنده عرض میکنم همین برقته ابن نوفل کسی بود که داره احترام بود. آیا شما مصداق از شکنجه او دارید؟ به هیچ عنوان. آیا مصداق از شکنجه زید ابن عمرو ابن نوفل دارید؟ خب بفرمایید. از عبیدالله ابن جحش مصداقی دارید؟ ندارید. اما ببینیم پیامبر اسلام چه کرد. خود همین داستان مؤید اون مطلبه که اساساً آزادی تا کجا میتواند محترم باشه. ببینید ابن هشام این داستان رو آورده، بقیه مورخان هم آوردن، من سعی میکنم سریع بخوانم چون بسیار مهم. میگوید که وقتی که رسول خدا دعوت به اسلام را در میان قوم خود آشکار ساخت و چنان که خداوند متعال به ایشان فرمان داده بود آن را بدون پرده پوشی با آنان در میان گذاشت، یعنی علنی کرد، مطابق روایاتی که به من رسیده است تا زمانی که نامی از خدایانشان در میان نیاورده بود و به آنها عیب نگرفته بود
از آن حضرت فاصله نگرفتند و در صدد مقابله با ایشان بر نیامد. حالا همین آدم اشاره میکنه دوباره ابن اسحاق میگوید که آنان به نزد ابو طالب رفتند. 30 ثانیه بعد از... فرصت دارید تا 3 دقیقه بفرمایید. دشنام گویی ها. ای ابو طالب، برادر زادت خدایان ما را دشنام داده و بر آیین ما خورده گرفته و ما را به نابخردی متهم کرده است و نیاکان ما را گمراه دانسته است. اکنون یا خود باید او را از این کار بازداری که به خدایان ما چیزی نگوید و یا اینکه ایشان را با ما تنها بگذاری. و بسیاری روایات دیگر که در آیه 108 سوره انعام هم آمده. حالا ببینید چرا این گونه است؟ خب طبیعتاً تموم شد. اگر می‌خواید اضافه می‌تونید صحبت کنید 30 ثانیه. بله بله. و ببینید شما وقتی خدایان رو دشنام میدید، اجداد اونها رو گمراه میدونید، به اونها سب میکنید، طبیعی اونها واکنش نشان بدن. کدام انسان اخلاق مدار میپذیرد که پدران من رو فرض امروز با جناب سجودی در حال بحث است، اگر نابخردیست مربوط به خود من با دلیل و منطق، اما چه ربطی به پدر من دارد که کسی بخواد دشنام به او بده یا به اعتقادات من چرا باید دشنام داده بشه؟ ببینید ما نمی شد. متشکرم. خب آقای سجودی، توضیحات آقای سلیمانی رو شنیدید؟ ایشون معتقدن که اهل کتاب آزادی داشتند و مشکلی نداشتند. مستاق بفرمایید و در مورد پیامبرم که شنیدید بفرمایید. من گفتم که اهل کتاب آزادی نداشتن. من که گفتم اهل کتابم آزاد بودن، مثل که در ایران آزادن. و نگفتم اصلا ایشون مبنای فرمایش خود روی چیزی گذاشتن که من نگفتم. من کی گفتم؟ حرف من هست، میتونید برگردونید بشنوید. خب بعد در این مورد توافق دارید که مشکلی نیست. موضوع دیگر رو اگر ممکن بفرمایید که وقتتون نره. نگفتم، من دارم میگم که همشون به اصطلاح یک چیز مشترکی داشتن. حالا میرسیم به حرف ایشون که میگن که در سیره ابن هشام نوشته که حضرت محمد خدایان اونا رو فحش میداد. ما از سیره ابن هشام این حرف رو از دهان مشرکین داره میگه. خب توجه کنید، مشرکین مدعی بودن که خدای ما رو فحش میده، مثلی که الان شیعه ها مدعی هستن که سجودی به اونا توهین میکنه، به خدای اونا توهین میکنه، به حضرت علی توهین میکنه. شما الان اگر این رو من بزرگ کنم ببینید اتاق فرما اینو بیارید، این مثلا یکی از سایت های شیعه هاست. نگاه کنید، توهین مجری وهابی نداره. خیلی خوب، شما بزنید توی چی ببینید نوشته توهین سجودی به اهل بیت، توهین سجودی به حضرت علی. این ادعای شیعه هاست. من چون میگم خدا یکیست، به من میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من با مسیحی که بحث میکردم گفتم که آقا خدای تو که به توالت میره، دستشویی میره، این چطور خداییه؟ میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من که به خدایش توهین نمیکنم. حضرت پیامبر میگه اینا نمیشنیدن، اینا نمیفهمن، اینا قدرت ندارن. مشرکین میگفتن این توهین است. خوب توجه کنید و باز من دلیل محکمتر براتون میارم. شما این آیه رو ببین آقای سلیمانی، چطور ممکنه کسی که این آیه در کتابش باشه، سوره انعام آیه 108، معنیشو براتون میخونم. و کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر امتی امرشان را آراستیم الی آخر. پس شما در حقیقت داری از طرف مشرکین حرف میزنی، مثل که یکی بیاد از طرف شیعه بگه سجودی به حضرت علی توهین کرد. من اسم پسرم علی چطور میتونم توهین کنم؟ حضرت پیامبر به ما میگه که شما توهین نکن. چطور ممکنه که خودش توهین کرده باشه؟ رفقاش میگن که یا رسول الله خودت که توهین کردی. پس شما از سیره ابن هشام از نقل قول مشرکین میکنی. مشرکین چه سندشون چی بود که توهین کرده؟ توهین همین است که میگه آقا اینا میگه هیچ کاره هستن، اینا بیکاره هستن. حرف من تموم شد. بله. صدیقتون هم تموم شد. آیه سلیمانی بفرمایید. این که دشنام دادن، خب یک واژه مشخصی است. شما به اجداد کسی دشنام بدید کاملا مشخصه. ببینید این نقل قول نیست، خود الله تایید کرده، گفته شما چنین نکنید تا اونها نکنن. پس اگر مقدمی نباشد، علتی نباشد، معلول برای چیست؟ چرا چنین آیه ای آمده؟ حالا سیوطی در تفسیر دارالمنصور در جلد ششم صفحه 168 تا 9 دقیقا ذیل تفسیر همین آیه همین داستان‌های تاریخی رو آورده. یعنی افرادی که به نزد ابو طالب میرن
و در واقع از او میخوان که محمد رو نهی بکنه از این داستان ها. دوستان میتونن مراجعه کنن. حالا در تفسیر تبیین الفرقان آقای ملا عمر ملازهی جلد نهم دقیقا اومده صبر رو معنا میکنه، میگوید صبر لفظی جامع و شامل تمام جهات بدگویی و ملامت است، به خلاف شر که مخصوص به معنای دشنام است، که در واقع همین رو هم مشرکان میگفتن، شتم آبا اینا، تو به پدران ما دشنام میدی، سب و اله اینا، خدایان ما رو دشنام میدی. خب این وجود داره. همین مطلب رو هم قرطبی آورده در جلد هشتم صفحه 491 از ابن عباس که اشاره میکنه کفار قریش به ابی طالب گفتند محمد و اصحاب او را نهی کن از سب الهه های ما. ابن کثیر هم در مختصر صحیح تفسیر خودش در صفحه 306 دقیقا این رو آورده که یقول الله تعالی ناهیان رسولهی و المؤمنینه، یعنی هم رسول هم مؤمنان رو نهی کرد از چی؟ ان سب آلت بشه، یعنی از سب و دشنام دادن الهه های مشرکین من کرد. یعنی این رو خود الله و مفسرین دارن میگن، شما میفهمید از قول ابو جهل آمده، ابو جهل هزار چیز به محمد میگفت اما هیچ آیه‌ای در مورد اون نیست که مثلا چنین مطلبی رو بگه. و اتفاقا این مطلب نشان میدهد که خود این رو هم آورده به کثیر که این به خاطر یک مفسده بزرگتر هست. چرا؟ چون اگر شما دشنام بدید آنها هم دشنام خواهند داد، لذا شما دست بردارید که اونها هم دست بردارن. بنابراین این فرمایش جناب سجودی فاقد وجاهته که این فقط نقل قول مشرکینه، نه، نقل قول قرآنه از زبان اون واقعی که رخ داد. من عرضم تا اینجا تمام. بله 30 ثانیه اضافه اومد که بعداً براتون حساب میشه. آقای سجودی شروع کنید، 3 دقیقتون شروع میشه. توضیح. آقای سلیمانی همون کار رو میکنن که شیعه میکنن، میرن پشت تفسیری که خودشون میخواد پنهان میشن. آیه قرآن واضح هست که من کرده مسلمون ها رو از فوش دادن و دشنام دادن به خدایان و به اجداد اونها. ولی به فرض محال در محال در محال در محال، شما که معتقد هستید قرآن حرف پیامبره، خود پیامبر گفت بس توبه کردیم فوش نمیدیم، باز چرا مشرکین اومدن بلال رو کشتن؟ چرا اینا رو مجبور کردن که برن حبشه؟ چرا اینا رو زدن شکنجه کردن؟ خب حرفش رو قبول کرده پیامبر. قرآن دیگه بالاترین سند تو، شما میری پشت تفسیرها قایم میشی. تفسیر هر کسی یه تفسیری میکنه، تازه اون تفسیرم که مطابق ملته گرفتیم مثل شیعه ها، این جای تاسف داره، واقعا جای تاسف داره. خب پس اگرم به فرض محال که چنین چیزی بوده، گفته دیگه فوش ندید، حتما به ابو طالب گفته چشم ما دیگه فوش نمیدیم. دوم، مسئله دوم این است که شما خودتون توجه ندارید که ابو طالب خودش هم اجدادش همون اجداد قریش بوده. چطور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اجداد خودش هم فوش میده و ابو طالب که بزرگترین حامیش ساکت میشینه و رفقای خودش هم؟ پس شما دارید فقط به خاطر اینکه حرفت ثابت کنید رفتید پشت تفسیرایی که اصلا به درد برنامه ما نمیخورد. آیه قرآن جلوت بود. من حرفم بازم تموم شد، بس فقط تکرار میکنم که اولا به فرض که حرف شما درست باشه که درست نیست، پس گفته دیگه فوش ندید، تموم شد رفت. باید مگه مطلب درخواست مشرکین غیر از این بود که فوش نده؟ خب گفت نمیدم. آیه 108 از سوره انعام. و دو، من چگونه ممکن است که به پدر ابو طالب فوش بده ابو طالب چیزی نگه، یا به خدایان ابو طالب فوش بده ابو طالب چیزی نگه؟ چنین چیزی ناممکن است. و شما اگه جواب دارید من در سراپا گوش هستم. بفرمایید. بله، دو دقیقه، یه دقیقه اضافه اومد که بعداً براتون محاسبه میشه. آیه سلیمانی متوجه عرض آیه سجودی شدید و این دشنام رو چجوری توجیه میکنید؟ حالا توضیحاتی که شما میفرمایید بفرمایید. بله ببینید، ما یک اصلی داریم، ما وقتی روشمند نباشیم در علوم انسانی همین مشکل پیش میاد. ببینید من وقتی نقل واقعی تاریخی میکنم نمیتوانم ذهنیات و تخیلات خودم رو بیاورم، من باید به متن تاریخی استناد بکنم، در کنارش آیه اون رو که روشن هست بخوانم، نظر مفسرین رو هم مؤید اون بیاورم. سیوطی از بزرگترین علمای اهل سنت تفسیر او، ابن کثیر، قرطبی، اینها کسانی نیستن که شما بخواید خیلی راحت اونها رو کنار بگذارید. یعنی اگر اینها رو کنار بذارید اساسا چه دارید؟ ببینید ما نباید اینجا که به ضررمون میشه بگیم نخیر ما اینا رو قبول نداریم، اینا تفسیرهای ما نیست. نه، همه اینها جزء مهمترین تفسیرها هستن. اما دلیل به حبشه رفتن هم همین ها بود، یعنی فشارهایی که وقتی محمد دست بر نداشت مشرکان فشار رو زیاد کردن و محمد رفت. ابن سعد در جلد اول همین مطلب رو آورده. حالا آیات قرآنی آمده،
ظاهرا شایعه شد که بله محمد با مشرکان مصالحه کرده، عده‌ای برگشتن. حالا اصل داستان این افراد زمانی که برمیگردن نزدیک مکه به افراد بنی کنانه برخورد میکنن. حالا ابن سعد چه گزارشی میده؟ گفتند، یعنی از ما سوال کردن که آیا صلح و صفا شده؟ بنی کنانه اینجوری گفتن: محمد صلی الله خدایان ایشان را به نیکی یاد کرد، که همون داستان قرآنی، و همگی از او پیروی کردند. سپس از آن برگشت و خدایان آنها را دشنام میدهد. دوباره شروع کردین آقا. آنها هم به همان شرارت خود برگشتند. در صفحه 192 در جلد اول. ببینید ما نباید اینقدر ساده برخورد کنیم. پیامبر اسلام شروع به دشنام کرد، اونها چند بار با ابوطالب مذاکره کردند. اما اینکه چرا ابوطالب پذیرفت، به خاطر عشیره بودن، به خاطر قبیلگی بودن او. افراد زیادی رو ما داشتیم که چنین بودن. یعنی طرف مسلمان نبود، اما با محمد رفت به شیب ابوطالب. یعنی بنی هاشم به شیب رفتن، بسیارشون مسلمان نبودن، اما به خاطر اون عشیره و احترام قبیلگی به شیب رفتن. این در میان عصبیت قبیلگی وجود داشت. ممکن بود شما اصلا خدا رو الله معتقد باشی، اما خدای محمد رو نپذیری، اما برای او شمشیر هم به دست بگیری. بنابراین این فرمایش جناب سجودی فاقد وجاهته. اسناد تاریخی، آیه قرآن و نگاه مفسرین کاملا نشان میدهد که پیامبر اسلام چنین کرده است. من عرضم تا اینجا تمام. دشنام منظورتون از چنین کرده است دشنام پیامبر هست که ایشون دشنام میدادند؟ بله بله، اصلا ابن ساق آورده میگه شت ای بدیننا، شت و آبائنا، سب الهنا. یعنی شما شت کردی پدران ما رو، سب کردی خدایان ما رو، دین ما رو عیب گرفتی. یعنی به صراحت اشاره میکند چیزی رو آوردی که هیچ کس در میان عرب نیاورده. ببینید این نوع مواجهه طبیعی بود که برای مشرکان اسباب مزاحمت باشه. اونا با کاری نداشتن. بارها هم به ابوطالب گفتن به برادرزاده دست از این کار بردار، ما با کاری نداریم، او خدای خودش رو عبادت کنه، ما هم خدای خودمون. خیلی متشکرم. آقای سجودی توضیحاتتون رو میشنویم. توضیحات من این است که آقای سلیمانی با پراکندگویی سعی میکنه که مسئله رو خبطش کنه و زیر پا ببره. آقا جان، کتابای تاریخ خیلی خوب، تاریخ همین قرآن رو به عنوان کتاب تاریخی قبول میکنی یا نه؟ کتاب تاریخ قرآن معتبرترین کتابه. در این نوشته که خود پیغمبر گفته که دشنام ندید، و شما میگه باز دشنام میداد. یعنی خود پیغمبر با آیات قرآن عمل نمیکرد. این هیچ آدمی قبول میکنه که میگه آقا تفسیر، اگه تفسیر قرار باشه که خود قرآن باشه، چرا ما یک تفسیر ننوشتیم؟ چرا هر کس بیاد هر چی دلش میخواد مینویسه؟ تفسیر درسته، اما این نیست که وقتی آیه واضح جلوت هست و بعد همه تفسیرها اینو نمیگه، تفسیری که مثل شیعه به فایده خودت هست میگی. حالا تفسیر کار نداریم، میگیم آقا توبه کرد یا نکرد. خب فوش نمیداد دیگه. بازم تکرار میکنم، من از این حرف بیرون نمیرم، نرو در قرانیق، نرو در جای دیگه، بس رو نگه دارید. من همین مشکل داشتم با شیعه، الان دارم با شما پیدا میکنم. آقا جان، من شما میگه پدرش فوش میداد، خب اینا حرف چی که سند نیست. ابوطالب گفت پدر من فوش میداد؟ ابوطالب که قبول نکرد ازشون. خب اینا میگه پیامبر جادوگر است. حالا ما باید قبول کنیم که حتما پیامبر جادوگر بوده، چون مشرکین گفتن، چون مشرکین گفتن که ابن اسحاق نوشته، پس ما باید قبول کنیم. این چه طرز فکریه؟ اون یک ادعاییه که اون میکرد که پیامبر جادوگر است، برای پول این کارو میکنه فلان و بهمان. دشنام کجا دشنام داده؟ و اگر داده آیه قرآن رو نمیتونی، آیه قرآن شما رو باید ساکت کنه. باز شما حرف خودتو میزنی که دشنام داده. یعنی پس بگو که حضرت پیامبر به قرآن عمل نکرده و به ما مسلمانان گفته به قرآن عمل نکنید. حرف شما این معنی رو میده دیگه. تعلیمات پیامبر این است که شما دشنام بدید خدای کافرها رو، ولو که در قرآن هم نوشته باشه، تقیه کنید. این حرف چیه؟ آخه این حرف کدام عاقل قبول میکنه؟ چرا عیب خودتون رو قبول نمیکنید؟ چرا اشتباه خودتون رو قبول نمیکنید؟ من خیلی متاسفم. این آیه رو شما نمیتونید به عنوان یک سند تاریخی قبول نکنید. هی به من میگید اصول علمی. اصول علمی این است که اصلا قرآن کتاب خدا نیست. یک کتاب 1400 سال مونده، شیعه هم قبول داره، سنی هم قبول داره، کافر هم قبول داره. شما چرا قبول نداری؟ میری برای من پشت کتابای دیگه میگه آقا دشنام نده. آقا آیه رو دوباره ببینید. و کسانی را که مشرکین، اصل آیه را ببینید که نگید سجده از خودش گفته. ببینید ولا تسبو، معنیشو ببینید. کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت. یعنی میگه کسی که دشنام میده جهالت است، خدا را دشنام بدن. خب کسانی که از این مسلمان شده بودن، من توضیح بدم براتون، کسایی که مسلمان شده بودن، خب بعضیا من دیدم خودم، من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای معذرت میخوام استاد، 30 ثانیه فرصت داری تو این وقت، ولی 1 دقیقه و نیم هم دارید از قبل، 2 دقیقه و نیم ببخشید. بله ببینید، من یک بار خودم شاهد بودم که
شیعه و سنی بحث میکردن، یکی از این سنی ها بلند شد که دیدی شیعه این حرف میزنه، میگه نمیدونم فلان فلان حضرت علی زبانم لال خاکم بدن. خب سنی جاهل بوده، بقیه یخشه گرفتن تو داری چی میگی؟ علی هم از ماست. خب مسلمون هایی که تازه مسلمون شده بودن وقتی که اونا حضرت محمد رو توهین میکردن، اونا هم شاید جوابش میدادن آیه آمده برای تعلیم دادن مسلمون ها که آقا شما فحش ندید، این کار جاهلاست. ولی به فرض محال که پیامبر میداد حالا توبه کرده، شما چرا ولکن نیستی؟ من همین حرف رو تکرار میکنم تا آخر برنامه. عادت من توجه داشته باشید، اگر جواب دارید جواب بدید، اگر نه یا قبول کنید یا بگید آقای موضوع ما نمیتونیم به نتیجه برسیم، بریم سر یه موضوع دیگه. در خدمتتون هستم. یه دقیقه اضافه رفتید، یک دقیقه دیگه دارید برای سری بعد. آقای سلیمانی عزیز، صحبت برای اینکه بتونیم مبحث رو به نتیجه برسونیم، همونطور که قطعا خودتون هم متوجه شدید، آقای سجودی بحثشون این است که قرآن به عنوان منبع وحی و منبع اعتقادی و دستورالعمل رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید داشتن که دشنام داده نشه. با توجه به این چطور ممکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشون از این تخطی بکنن و ما بگیم که مفسرین مورخین اینو گفتند؟ وقتی من ای از طرف قرآن میاد برای کسی که خودش داره اونو گسترش میده و خودش در واقع دستورالعمل رسالتش این هست، ممکن هست که از اون تخطی بکنه و این صحبت مورخین و مفسرین درست باشه؟ ببینید، طبیعتاً من ای که آمده بعد از وقوع یک عمل است. ببینید، ما یه وقتی منع فلبداهه داریم، یعنی شخصی حکمی میده فرض زنا نکنی، خب اما یک وقتی اشاره میکند زنا میکنی کار اشتباهی است، دیگر زنا نکن، این نشان میدهد که آن شخص زنا کرده است، حال منع شده. خود این آیه نشان میده، میگوید و دیگر دشنام ندید چون اونا دشنام میدن. پس این دشنام دادن حتی اگر موقتی هم بوده انجام شده. ببینید، ما میخوایم ببینیم چرا میان پیامبر اسلام و مشرکان نزاع به وجود آمد. اولین نزاع که شمشیر نبود، از یک بستر و مقدمه آغاز شد. بحث ما اینه، ما داریم نگاه میکنیم میبینیم بستر حجاز آماده بود برای تبلیغ پیامبر اسلام، اما ایشان به جای اینکه از این فرصت استفاده بکنه آمد و به نوعی دست گذاشت بر روی یک سری از موارد غیر اخلاقی. بعد آیه آمد که دیگر نکنید. ببینید این دو با هم خیلی متفاوته. من منکری نیستم که بعدن آمد نکنید، اما جناب سجودی باید بپذیرن که پیامبر اسلام و مؤمنین ابتدا دشنام میدادن، اما در سوره انعام که 55مین تقریبا سوره قرآن هست، الله آمد به اشاره کرد دیگر نکنید. این اصل نزاع ما اینجاست. من خواستم این مطلب رو جناب سجودی، این اتفاق افتاده، پس من شدن و مسلمین از دشنام دادن رو حالا به زعم شما متوقف کردن، درسته؟ بله بله. ببینید ابتدا این کار انجام می شد، اما دید به نوعی، حالا الله دید که این می تواند خسارت بیشتری داشته باشه، جلوی این رو گرفت. اما نزاع اول به واسطه همون دشنام دادن بود. ما می خواهیم این مطلب الان جا بیفته. بله، بعدها جلوی اون گرفته شد که حالا به اون خواهیم پرداخت، اما این پروسه حداقل دو سه ساله‌ای که زمان برد رو جناب سجی باید بپذیرن که چنین بوده که آیه آمده، وگرنه اگر مبتلا به نبود چرا آیه می آمد؟ مگر می شود شما در مورد یک مطلبی که اصلا هیچ موضوعیت نداره بگید شما دیگه دشنام ندید؟ آقا من که دشنام نمیدادم. پس من دشنام میدم که میگوید دشنام نده که اونها هم دشنام ندن. من عرضم تمام. بله، یک دقیقه اینجا اضافه آوردید که بعدا محاسبه میشه. آی سجودی، مباحث آی سلیمانی شنیدید؟ ایشون همینطور که من برای اینکه مبحث به نتیجه دقیق تری برسه، بحثشون سر این است که این دشنام اتفاق میافتاده و همونطور که شما میفرمایید با نزول این آیه متوقف شده. شما نظرتون چیه؟ بفرمایید. ببینید، هیچ وقت هیچ انسانی بدون دلیل دشنام نمیده. من خب اول یک نکته روشن کنم، اگر بخوام به استدلال خود آقای سلیمانی برم، وقتی من حرف خودم میزنم چرا باید که دشنام بدم و بعد بگم آقا خیلی خب من دشنام نمیدم؟ و بعد یک نکته خیلی مهمتر، در قرآن اومده که زنا نکنید، این معنیش نیست که همه مؤمنین زنا میکردن؟ اینجوری آدم تصمیم میگیره؟ خب یک مؤمنی هم اگه زنا کرده میگه زنا نکنید یا نگاه حرام نکنید، این دلیل نیست که در قرآن اومده نگاه حرام نکنید همه نگاه حرام میکردن. خب ما که نگفتیم که اول کسایی با پیغمبر بودن معصوم بودن، اونا داشتن تحت تعلیم بودن. این هم از افتخارات ماست که از تعلیمات ماست که خدایان و کافرها رو بد نگید. امروز هم ما این وارث پیغمبر از این هستیم، اونشون چی داره میگه؟ ولی به فرض بازم عرض کردم که به فرض خب بعدی که مشکل مشرکین با ما چی بوده،
اگر به فرض که این چیز خیال بافی که آقای سلیمانی رو میگه ما قبول کنیم، بعدش دیگه خب قبول کردیم تموم شده رفت دیگه. دیگه چرا باید که ایشون با ما حمله کنه و نمیدونم ما رو بخواد بکشه و به ما بریم مدینه؟ مگه پیامبر به دل خاص خودش رفت مدینه یا فرار کرد؟ صد تا شتر سرش گذاشتن، فوشم که نمیداد، آیه‌ام که نازل شده بود. و بازم آقای سلیمانی نگفت که چطور ممکن است که من به اجداد ابوطالب فوش بدم و ابوطالب به من نگه. و بازشون نگفت که وقتی که مشرکین به ابوطالب ادعا کردن که آقا پیامبر فوش میده، ابوطالب حرفشون رو قبول کرده باشه. نگفت که حرفشون رو قبول نکرده. بازم تکرار میکنم، مثل که دولت ایران به ما میگه وهابی دشمن علی، ما دشمن علی هستیم. حالا آقای سلیمانی باید نتیجه بگیره که آقای خامنه‌ای گفته سجودی دشمن علیه، پس حتما یه چیزکی بوده که ایشون گفته. این یک حرف خیلی عجیبیه. حتی آیه ابن اسحاق، سیره ابن هشام نوشته شده که نویسنده قبول داره که حضرت محمد فوش داده. هم چیزی ناممکن است با مکارمی که اخلاقی ما از پیامبر داریم. بازم حرف آخره میزنم چون ایشون بازم این طرف اون طرف میره. آقا به فرضی که گفته آقا قرارداد بنویس که دیگه فوش ندی، خب گفت نمی فوش نمیدم دیگه، چرا بیرونش کردن؟ چرا میخواست ایشون شهید کنن؟ چرا برایش صد تا شتر گذاشتن که بگیرینش بیارینش پیش من؟ جواب اگه داره بده، من در منتظر هستم، سراپا گوشم، بفرمایید. خب باز هم 30 ثانیه باز اضافه آوردید، شد 2 دقیقه و 3 ثانیه. من اجحافی در وقت نشه. آی سلیمانی، توضیحات آی سجودی رو شنیدید؟ این دشنام دادن ایشون، بحثشون این است که اگر اتفاق هم افتاده باشه احتمالاً توسط تازه مسلمان ها ممکنه پیش اومده باشه، نه توسط رسول الله علیه السلام، و برای منع اونا بوده که وارد این نشن. ولی از یک جای مقطع شده این قضیه و دشمنی ها بر اساس این نخواهد بود مطمئنن. بفرمایید. بله، ببینید، ما محل بحثمون این نیست که چرا پیامبر اسلام بعد از 13 سال به مدینه رفت. قطعا عواقب دیگری به وجود آمد، از جمله حرکت ایشان به طائف، از جمله بیعت عقبه دوم که بیعت جنگ بود. اینها ما بعدها به اون خواهیم رسید. ببینید، ما فعلا سنگ اولیه نزاع پیامبر اسلام و مشرکان رو بررسی میکنیم. یعنی چه شد که مشرکان شروع کردن آزار و اذیت کردن؟ اینجا باید بپذیریم که پیامبر اسلام برخلاف اخلاق، برخلاف عرف آن زمان، شروع به دشنامگویی به دیگران کرد. درست متوقف شد، اما اگر مشرکان دشنامگویی رو با دشنامگویی پاسخ نمیدادن، آیا متوقف میشد؟ خیر، تاریخ گواه اونه. یعنی زمانی که بعد از 3-4 بار این افراد نزد ابوطالب رفتن، و نقل طبری همینه، میگوید که اینها بزرگان قوم تو هستند و از تو انصاف میخوان، یعنی میگن به حرفاشو گوش بده. وقتی محمد شروع میکنه به گریه کردن، ابوطالب میگوید برادرزاده هر کاری خواستی بکن، من ازت حمایت میکنم. به چه دلیل؟ همان مطلبی که عرض کردم، یعنی نگاه و عصبیت قبیلگی، همان چیزی که مشرکان بنی هاشم هم با او به داخل شیب ابوطالب رفت. دقت بفرمایید، برای این بود، یعنی عصبیت بالاتر از خدایان اونها بود، چون اونها یک نگاه متساهلی داشتن، آنقدر نگاهشون نسبت به خدا دوگ نبود که بگویند خدای من پیوندها رو پاره کرده است، آن چیزی که بعدا در اسلام میبینیم، مثلا اسلام پیوندها رو پاره کرده است، اوضاع دگرگون شده. نه، اونها در کنار هم زندگی میکردن، هر سری هم خدایان هم رو میپرستیدن. همین مشرکان به پیامبر اسلام پیشنهاد کردن یک سال تو خدای ما رو بپرست، یک سال هم ما خدای تو رو میپرستیم. از اونها نگاه دوگم نداشتن، لذا ابوطالب اگر با پیامبر اسلام مصالحه میکرد به دلیل برتری عصبیت بر اون اعتقاداتی بود که او داشت. ببینید، ما فعلا اون سنگ بنای اولیه هستیم، نه اینکه چرا محمد فرار کرد. اون دلایل خاص خودش رو داره که ما به اون خواهیم رسید، اما باید بپذیریم که مشرکان وقتی چنین رفتار رو که دیدن که آیه قرآن آمده و اشاره هم شده به پیامبر، رسول و مؤمنان، یعنی اون یک سری افراد همینجوری دم دستی نبودن، این به نوعی عدول از اون قواعدی است که ما باید ببینید. این مفسران بزرگی هستن، آنها هم از ذهن خودشون که چیزی در نیاوردن. باور بفرمایید آنها هزار شگرد و فن بهتر از جناب سجودی بلد بودن برای تطهیر کردن پیامبر، اما نتوانستن. چرا؟ چون آیه قرآن این گونه میگه، یعنی هم محمد و هم مؤمنان. امیدوارم این مطلب روشن شده باشه که ما فعلا در سنگ بنای اولیه دلیل سختگیری مشرکان رو متوجه شدیم، که در اون محیط متساهل آن چیزی که سبب واکنش شدید اونها شد دشنامگویی پیامبر بود که برخلاف عرف و عادت بود، و حتی مشرکان سعی کردن با ابوطالب رایزنی کنن،
که چون این کاری انجام نشه، اما متاسفانه انجام شد تا اینکه آیه قرآن هم. یعنی شما میفرمایید صدقتون تموم شد، شما میفرمایید که تمام این اتفاقات و درگیریایی که در مکه افتاده بین مکه سر همین دشنام دادن است که شما ادعا میکنید که اتفاق افتاده، یعنی یک دشنام دادن اصلا خود اختلاف عقیدتی نمیدونم مسائل پیچیده اعتقادی که بوده، مخالفت با توحید، آنچه که در واقع اون دینی که بوده قرار بوده اون دین متغییر بکنه، این تحول، این رنسانسی که رسول الله علیه السلام میخواستن ایجاد بکنن، این تأثیری نداشته در این حجم مخالفت ها، فقط به صرف این که به خدایانشان فوش داده میشده، دشنام داده میشده، این حجم از مخالفت بوده؟ خیر، اگر من چنین بگویم مرتکب مغالطه علت جهلی شدم. ببینید، من عرض کردم سنگ بنا، یعنی اولین واکنشی که میان مشرکان و پیامبر نزاع صورت گرفت، مقصر پیامبر اسلام بود، یعنی او شروع کرد. اما اینکه بعدها این نزاع تا کجا کش پیدا کرد، این مباحثی است که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. که اساسا این شروع به خاطر دشنام بوده یا به خاطر تغییر دین، تغییر در واقع ایجاد یک توحیدی که باید پیامبر رسالتشون بوده که اعلام بکنن؟ ببینید، تفاوت میکنه. ببینید، اینکه شما موضوع رو به سمت این ببرید که یک اختلاف شخصی دشنام میشه یک درگیری فردی، ولی پیامبر یک رسالت داشتن، توحیدی رو داشتن، دعوت میکردن که اونا خوششون نیومده از این قضیه، این عامل نبوده توی موضوع؟ نه، دلیلش این است توحید با اصول منطقی قابل بحثه. چه نیاز به دشنام دادن به پدران داره؟ الان شما بخواید برای من خدا رو اثبات کنید، به پدر من دشنام میدید؟ آیا به دین من ای میگیرید، فوش میدید؟ یا میاید میگید آقا این اصول فکری من هست، شما میخواید بپذیرید، میخواید نپذیرید؟ خب صحبت من داره که متشکرم. برای اینکه بحث بریم به سمت دیگه، من عذر میخوام آقای سجودی، من ورود کردم به خاطر اینکه مبحث به سمت دیگه بره، از این دشنام خارج بشه ظاهرا نمیشه. آقای سجودی بفرمایید. من حالا از تمام وقتی که دارم اضافه میکنم تا چند نکته روشن کنم، این بحث ببندم دیگه، باز حرف نمیزنم، ولو که چیزی که آقای سلیمانی بگن بحث دیگه برم. اولا اگر حضرت پیامبر فوش میداد، اون فوش ها در تاریخ ثبت میشد از طرف صحابه، و ما اگر پیامبر هر کاری کنه همونو تکرار میکنیم. وقتی که به دستشویی میرفت مثلا با پای چپ میرفت، ما تکرار میکنیم. اگر فوش هم میداد ما تکرار میکردیم و میشد جزء تعلیمات دین ما. خب توجه کنید آقای سلیمانی، ما این نیست که خود ما مقایسه کنیم، ما مقلد پیامبر ما هستیم. اگر ایشون فوش میداد کمان که تبریک اید، اگر گفت ما تبریک میگیم، اگر نگفت نمیگیم. همه چیز مطابق، اگر آبدان خودش به زمین بندازه ما میگیم، اگر بگه مثلا این سنت، همون کار انجام میدیم. پس اگر فوش میداد در تاریخ ثبت میشد. اون فوش چی بود؟ فوش خوارمادر میداد، نظرت میخوام به زبان عامیانه میگم، چی بود؟ آیا تو کتابای ما نوشته؟ هرگز ننوشته. آیا یک صحابی نقل کرده؟ هرگز نکرده. یک تاریخ نویس یه چیزی نوشته. دومن تاریخ نویس از زبان مشرکین داره میگه. دومن حالا فرض بر این کنیم که حرف شما درسته، حالا معلوم شد، من که به آقای سلیمانی اول گفته بودم بیا در مورد تعلیمات دین ما بحث کن، این بحث تاریخ نرو که بتونی فرار کنی. اینا فرار کنید بهش نگفته بودم، اما گفتم در بحث‌های تاریخی به درد نمیخوره. تو بگو آقا مثلا فوش دادن از تعلیمات دین اسلام است، این داد ما به شیعه‌ست که چرا فوش میدی؟ فوش چیه؟ فوش در دین ما کجاست؟ حالا به فرض که درست باشه آقا جان، به چقدر حدیث ما داریم که پیامبر ما گفته که مؤمن هرگز نمیتونه که طعنه زننده باشه یا فوش دهنده باشه. حالا من دارم اینجوری با شما حرف میزنم، بعد از برنامه 10 نفر از دوستای ما به ما ایراد میگیرن، میگه آقا آقای سلیمانی چرا اینطور حرف زدی؟ مثال میگم که حالا من حالا اینجوری عادت کردم. حالا فرض کنیم پس معلوم شد که پیامبر به پدرای مشرکین فوش میداده، اونا همینطور داشتن مسلمان میشدن، همه میدونن که مسلمان ها در حال زیادتر بودن، و از اون طرف شما میگی که اینها نمیدونم عصبیت داشتن و قومگرایی داشتن. آقا من چه قومگرایی دارم که پدر و پدر بزرگ من فوش میده؟ یعنی حرف سبک بودن حرف شما در خودشه، ولی نمیخواد قبول کنید و حقا برید قبول نکنید. چطور میتونه آدم به این راحتی قبول کنه؟ پس اگر فوش از پیغمبر ما کسی هست گفته پشت مرده حرف نزنید. ابو جهل که مرده بود بعد از مردنش پسرش گفته جلوش به پدرش بد نگید. حالا همه اینا رو شما میگه که نمیدونه پیامبر فوش میداده، دین ما با فوش دادن پیش میرفته. دین اگه با فوش دادن پیش میرفت، برادر من شیعه پیش میرفتن. هرگز چنین چیزی مسلمان ها، شما نگاه کنید آیا در دین ما از تعلیمات دین ما فوش دادن است؟ اگر پیامبر ما فوش میداد ما میدادیم، ما هر کاری که پیامبر ما بکنه ما انجام میدیم، با افتخار هم انجام میدیم. پس آقای سلیمانی من حرفو تموم میکنم، آیه قرآن اومد، تاریخ برام میگه بزرگترین تاریخ قرآنه که همه قبولش دارن.
کتابای تاریخ که توی ضعیف و سند ها هست، مثلا همین که الان ایشون میگه صحابی که نقل نکرده، تابعی که نقل نکرده که من قبول کنم، همین چیزی هم که میگه. من که سیره ابن هشام پیش من قرآن نیست که، من گفتم همین حرفش درسته، حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی قرآن داره میگه فحش نده، میگه با تعلیم شما با فحش پیش رفته. همین چیزی رو کسی قبول میکنه؟ شما رو خدا کسی این حرف قبول میکنه که دینی با فحش و سب و دشنام پیش بره؟ اگر سب و دشنام بود چرا ما حالا پدر مادر شما رو فحش نمیدیم؟ چنین چیزی اصلا، حالا من اگر فحش بدم تمام مسلمان ها بلند میشه علیه من. پس شما متوجه باشید دارید به ما تهمت میزنید، در طول تاریخ به ما تهمت زدید. حالا من چی بگم دیگه، روزه بخونم؟ حرف من تمومه. ایشون میگن آیه سجودی، آیه سلیمانی، صحبتشون این است که این دشنام دادن در یک مقطعی بوده و آغاز درگیری ها با این بوده، نه اینکه تداوم پیدا کرده. اگه توضیح بفرمایید این جواب رو، برای اینم جواب بدید، متشکر میشم. محمودی، اگر پیامبر ما سخنانش هر وقت بر ما، شما میدونید که سخن پیغمبر مثل سخن کسی دیگری نیست، اگر ایشون فحش هم میدادن باید که ثبت میشد که آقا پیامبر این فحش داده و اینو ما میفهمیدیم دیگه. نه اینکه طرف ادعا میکنه حالا ادعا میکنه که مثلا سجدی و شیعه همه ادعا میکنن سجدی توهین کرده به امیرالمومنین، خب یه دونه سند بیاره که من توهین کرده باشم از حرف من. اگر واقعا انجام داده بود که ما خجالت نمیکشیدیم، ما هر حرف پیغمبر ما میگیم تعلیمات است. پس بهترین دلیل من این است که در کدام کتاب تاریخی نوشته که کدام لفظ چی گفته، پیامبر چی گفته فحش داده. اون به طور کلی منظورش این بوده که آقا میگه که بوتا هیچ کاره هستن، فحش در نظر اونا همینه، همونطور که مسیحی ها ما رو میگن امت ملعون. چرا میگه آقا شما میگه حضرت عیسی خدا نیست، حضرت عیسی چرا میرفته دستشویی؟ اینو ما میگم، چند بار تکرار کنم؟ بله، اگه جواب من قانع کننده است، اگه شما چی سوال دیگه دارید من در خدمتتونم. بله، خیلی متشکرم. آقای سلیمانی، صحبت های سجودی رو شنید، صحبت های شما رو میشنویم. داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم متاسفانه. بفرمایید. بله، من یک نکته رو عرض کنم. ببینید، جناب سجودی مطمئنا معتقد هست که طبق آیه که سوره کهف خداوند در قرآن هیچ کژی ننهاد و طبق آیه 42 سوره فصلت قرآن برای تا ابد، یعنی در او باطلی راه ندارد. حال سوال من این است که ایشان میگویند ما فحش نمیدهیم، با آیه 179 سوره اعراف چه میکنید؟ اولئک که کل انعام بل ازل، با دیگران که آیه 28 سوره توبه آورده که مشرکان نجس هستند، دیگران خوب و بوزینه و خر هستند در قرآن آمده، چگونه مواجه میشه؟ اینا دشنام نیست؟ یعنی شما میگید کفار مشرکان چیزی نمیفهمند، ما میفهمیم و ما میتوانیم به اونها بگیم خر، بوزینه، خوک، نجس، پلید، کمتر از چهارپا. خب اینا دشنام نیست جناب سجودی؟ شما تازه اینها رو روی سر میگذارید، اینها رو میخوانید، قرائت میکنید، با دستای وضو گرفته به اونها این همه دشنامه، اما مقدسه، حالا بالاتر از پیامبر هم هست، یعنی قرآن. خب این برای امروز هم هست، یعنی شما معتقد هستید اخلاقیات ما در قرآن وجود داره. خب بله، اگر امروز یک انسان قرن 21 بخواد در برابر یک معتقد دیگری، دگراندیش دیگری احتجاج بکنه، بگه تو خر هستی و نمیفهمی، آیا این دشنام هست یا نیست؟ آیا این توهین هست یا نیست؟ بله توهینه. در قرآن آیات متعددی در مورد توهین آمده که اصلا قابل بحث نیست. آیه 5 سوره جمعه، به یهودیانی که تورات رو کنار گذاشتن، یعنی گفتن آقا این احکام به درد ما دیگه نمیخوره، میگوید شما خرانی هستید که فقط کتاب حمل میکنید. خب این لفظ چیست؟ آیا این دشنام نیست؟ یعنی اگر من به یک مسلمان بگم تو همانند خر هستی، ایشون ناراحت نمیشه؟ شما یک کاریکاتور بر علیه پیامبر کشیده میشه، طرف رو میکشن. بعد چگونه این آیات تقدس داره؟ بعد میگید ما دشنام نمیدیم. حالا محل بحث ما اینها نبود، چون بحث در یک مقطع کوتاه تاریخی بود، اما این صحبتی که جناب سجودی فرمودن من رو بران داشت که بگویم بله، در قرآن بعدها سب افراد هم آمد. مگه پیامبر به عمرو ابن هشام مخزومی نگفت ابو جهل؟ آیا این توهین نیست؟ اگر به ابو عامر نگفت ابو عامر فاسق، مگر این توهین نیست؟ خب میبینیم اینا توهینه. اگر دیگری توهین کرد، دلیل نمیشه که شما هم توهین بکنی. پس اینی که الله آورده به نام قرآن، در او پر است از این دشنام ها به افراد مختلف. حالا این محل بحث من نبود، اما خواستم این موارد رو ذکر بکنم که جناب سجودی قبول بفرمایید این قرآنی که در او کجی ننهاده شده برای قرن 21 چگونه در مورد ایام مکه بفرمایید. بله عرض کردم. ببینید، ابتدای بحث نزاع پیامبر همین دشنامگویی ها بود. بعدها بله، پیامبر اسلام پیمان های دفاعی بست با اهل مدینه، پیمان جنگ بست و کار به جایی رسید که مشرکان تصمیم به کشتن او گرفتن و
وگرنه در اقدام اولیه که نخواستن او رو بکشن. اینها محل بحث آینده ما خواهد بود که پله پله اونها رو بررسی خواهیم کرد. این بخش اولی است که میخوام عرض کنم پیامبر اسلام نتوانست در اون محیط با یک اخلاق مداری که زیبنده یک پیامبر به عنوان اسوه و الگوی حسن هست وارد اون جامعه بشه، اصول خود رو تبیین بکنه و پیروان خودش رو جمع بکنه. عرض من تمام. بله آقای سجودی بفرمایید. بله ببینید چیزایی که در قرآن اومده، این فقط خیلی مثال خوبی زدید. اونها مثل چارپا هستن کل انعام یا بعد گمراه‌تر هستن. ما اینه که قبول داریم، ما که نمیگیم نه شما حق نداری کسی رو وصف نکنی. آقا حالا شما میبینی یکی در کله خود میزنه، من به خاطر این مثالا رو میذارم چون ملموس‌تره، به عنوان عزاداری در کله خود میزنه، کله خود میشکافه، یا مثلا در فیلم میبینی که پهلوی خود شکافته، رگاش معلوم شده. من میگم آقا این خر است، خرم خرتره. این توهین نیست، حتی توهین بخره. این در حقیقت وصف یک انسانه. کما اینکه من میگم آقا فلانی به لطافت گله، به تیز پروازی عقابه، این وصف، این فوش نیست. پیامبر چی به بت میگفت خر؟ نمیگفت که، بت رو میگفت ناتوان. ها اگر میگی چرا به بت گفت ناتوان، توهینه، قبول داری. اینو گفته سب، همین در نظر مشرکین بوده. یعنی اگر میگفت کما اینکه دیدی کل انعام که اومده یا مثل یهودی ها رو گفته که مثل حمار هستن، چون حمار هم پشتش که کتاب بذاری باز نکنه، خب حمار دیگه. مثال زده که مثلش مسئله این، مثل مسئله اینه. این پیش ما سب نیست. اگر اینجوری گفته باشه اینو هر کس حق داره بگه. حالا اگر من آقای سلیمانی برم جونم رو مثل 120 سال پیش سوراخ کنم، قفل ببندم، بگم عزاداریست، تو به من نمیگی این آدم احمقی، آدم جاهلیه، خرم از این بهتره؟ باید بگی. این مشکلی نداره، اینکه وصف کنی هیچ مشکلی نداره. این رو ما سب نمیگیم. سب این است که تو خواهر مادر نفر فوش بدی، تو نمیدونم تومتهای بی خود بش بزنی، و دلیلی نداره. پیامبر بوتار میگه بیجان هستن، آدم بیجان رو کسی به سگ مرده لگد میزنه، میگه بیجان هستن، دلیلی نداشت فوش بده. این تومت مشرکین بوده به حضرت پیامبر. شما چون که وکیل مدافع مشرکین هستید بدون دلیل همین حرفو میزنید. پس خلاصه صحبتای شما، نه اینها توهین نیست، اینها تشبیهه. تشبیه عیبی نداره. حالا شما میتونی اگه میبینی که من لجاجت میکنی بگو آقا این لجوج حرفو قبول نمیکنه، مثلا بیا یک حیوانی تشبیه کنی، هیچ مشکلی نداره. خصوصا اگه از حد بری بیرون، یعنی حق رو ببینی و باطل بگی. یعنی شما میدونی که حق قبول نکنی دیگه مستحق هر چیزی هستی. وقتی که شما حق میبینی و باز قبولم نمیکنی و میپوشونی، عیبی نداره که چی کنی. ما به اون آدم بگیم که آقا این آدم مثلا ظالمه، آدم خائنه، آدم پول پرسته. کمان که الان ما رهبرای کشورایی که مثلا آدمای خوبی نیستن با وصفای بد میگیم، این توهین نیست، ما وصفشون میکنیم. میگیم آقا حریصی مثلا مثل فلان حیوان، این عیبی نداره. این رو اگه شما صبر میدونی پس معنی صبر رو نفهمیدید. من حرفم تموم شد. بله آقای سلیمانی صحبتای شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. من متعجب میشم از جناب سجودی. ببینید من ایمان سلیمانی یک انسان خطاکارم، من ممکنه روی عصبانیت برگردم به جناب سجودی یک اهانتی بکنم، اما الله که مثل من نیست. او قرار هست یک دستوری رو تبیین بکنه برای همه زمانها خوانده بشه. زیبنده نیست که کسی رو خر بدانه، مثلا عرب جاهلی رو خر بدانه، اما خود همان الله بسیاری از احکام عرب جاهلی رو آورده به عنوان احکام امضایی، یعنی تایید کرده. پس آیا او خر بوده؟ اگر مثلا بسیاری از احکام عرب جاهلی امروز به عنوان احکام امضایی در درون اسلام تایید شده، آیا اونا نفهم بودن؟ چهارپا بودن؟ و اگه اینجوری بودن چطور الله از اونا تبعیت کرده در احکام؟ ببینید ما نباید اعتقاد خودمون رو معیار بگیریم و بگوییم بله چون هر کسی مثل من فکر نکرد پس الاغ احمق خر بوزینه از خوکه. خب این که دیگه اصلا جای بحث نمیمونه. آنچه که فکر کنم مبحث داره به یه سمت دیگه میره، اگه ممکن است چون بحث ما در رسالت پیامبر در دوران مکه هست، آنچه که آقای سجودی الان صحبتشون بود، من سخت رو نگه دارم، آنچه که صحبتشون بود اینه که تو اگر که چون شما با مثالایی که شما فرمودید، اگر که بحث سر اینه که ما بگیم به بت‌های مکه توصیفاتی بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا رو شما منظورتون صبح هست و اینا محدود بوده به دشنام بودن، خارج از اون موضوع دشنام، یعنی بحث سر دشنام دادن به شکل دشنام دادن هستش و اینکه در مکه این عاملی برای دعوت نبود، برای اون در واقع تقابل بین مشرکین و مسلمان ها نبوده.
علتش هم این است که مسلمان ها بعد افراد در واقع اگر این سب شکلی برای اعتراض داشت ادامه پیدا نمی کرد اسلام شدن بقیه اهل مکه. اهل مکه اگر این اخلاقیات رو در رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیده بودن مسلمان نمی شدن. پس این دشنام ها نبوده، یا اگر بوده فقط در حد همین در واقع توصیفاتی بوده که از خدایان مکه می شده، نه دشنام بی منطق بی دلیل. اگر ممکن است رو این مبحث بفر صحبت بکنید در همون رسالت ابتدایی دوران مکه، متشکر میشم. خواهش میکنم. ببینید، اول ما باید بپذیریم دشنام یک امر نسبی است، یعنی ممکنه شما در جامعه یک دشنامی رو بدید که اون به شدت دشنام باشه، اما در جامعه دیگه خیلی چیز عادی باشه. لذا ما باید در اون کانتکست ببینیم آن چیزی که سبب شد مشرکان برخیزن شتم پدرانشون بود و اشاره میکنن اونا پدرانشون براشون بسیار اهمیت داشت. وقتی مثلا شما بیاید در آیه 13 و 14 سوره قلم نگاه بیاندازید، عملا به اشخاص میگیم یک تو صاحب پسران زیادی هستی و زناکار هم هست، زنازاده هم هست. خب این چگونه قابل جمعه؟ اصلا بحث من این است که آن واکنشی که این افراد داشتن بنابر نقل تاریخ، بنابر آن چیزی ناشی از دشنام بود. حالا مستاق دشنام رو نیاوردن به خاطر اینکه در یک مجموعه کانتکست کلی آوردن که پیامبر اسلام چنین کرد که واکنش افراد رو برنگ نسبت به این مطلب. بنابراین این که شما میفرمایید مردم مکه مسلمان نمی شدن، مردم مکه سال 8 هجری با فتح مسلمان شدن، یعنی در زمان با تبلیغات پیامبر مسلمان نشدن. اینها مربوط به درس های آینده است، جلسات آینده است که ما به اون خواهیم پرداخت. اما فعلا در اون سنگ بنای اولیه باید بپذیریم که مواجهه پیامبر و مشرکان ناشی از سببی بود که بنابر عرف اون جامعه دشنام تلقی شد. پدران اونها خب به نوعی محل سب قرار گرفته بودن. این با هیچ اصول اخلاقی و اعتقادی روبرو نیست. بنده مثلا موحدم، آمدم خدای خودم رو تبلیغ کنم، چه نیازی دارم که به پدر جناب سجودی فحش بدم؟ به چه دلیل؟ خب این در هر جامعه‌ای میتواند غیر قابل قبول باشه، چه در میان اعراب که پدران اونها برای اونها دارای حالت تقدس بودن. همین هست که آیات متعددی در قرآن اشاره میکنه که ما به دین پدرانمان هستیم، یعنی آنقدر پدران برای اونها ارزشمند بود. حتی اگر این دشنام در حد مثلا پدران شما نادان بودن، من توصیفات اینجوری هم باشه دشنام محسوب میشه؟ ببینید 100% به دلیل اینکه ما باید عرف اون جامعه رو ببینیم. ببینید من عرض کردم ممکنه یک لفظی در درون اون جامعه حساسیت برانگیز نباشه، شما میتونید راحت اون رو بگید، اما وقتی حساسیت برانگیز، الان شما برید در آلمان بگویید شما مثلا نجات پرستی، به شدت با شما برخورد میکنن. چرا؟ چون عواقب اون رو شنید دیدن و این در اون جامعه میتواند زندان هم داشته باشه. اما ممکن در ایران بگید تو نجات پرستی، کسی هم کاری نداشته باشه. پس ببینید اینها با هم باید در اون کانتکست بررسی بشه که چرا این افراد 4 دفعه نزد ابو طالب میرن و از او درخواست میکنن که جلوی برادرزاده خودت رو بگیر، اما او کماکان ادامه میده تا اینکه آیه قرآن میآید. پس میبینیم در اون کانتکست و اون فضا، بله، خر بودن و گاو بودن و خوک بودن و زنازاده بودن و هزار تا از این چیزها میتواند دشنام باشه. حتی گمراه بودن پدران هم میتواند دشنام محسوب بشه. کما اینکه امروز بنده اگر به پیامبر اسلام کوچکترین اهانتی بکنم، همین راویان و احادیث و افراد گفتن این آقا باید کشته بشه. حالا ما نمونه‌ای رو خواهیم آورد. افراد کوچکی می آمدند بر پیامبر اعتراض میکردن. عمر میگفت اجازه میدی گردنش رو بزنم؟ یا رسول الله اجازه میدی گردنش رو بزنم؟ ببین خارج از مبحث، ببخشید. خب آی سجودی، صحبت‌های پایانی، صحبت شما رو می‌شنویم، برنامه هم داره به پایان میرسه. 4 دقیقه شما فرصت دارید چون شروع با آقای سلیمانی بوده، پایانی رو شما صحبت بفرمایید. بفرمایید. آقای سلیمانی حرفاشون دیگه ما چجوری جواب بدیم که معتقد هستن که مردم مکه مسلمان نشدن بلکه به زور مسلمان شدن؟ و بالاخره پیامبر با جن و پری که نیومد دیگه، رفت مدینه. اگه این عرف به اصطلاح فحش دادنی که ایشون برای خودش ساخته که پیامبر فحش میداد، خب حتما تو مدینه هم بود، برخلاف عرف بود دیگه. باز این عجیب نیست که این برخلاف میگه عرف مردم بود، توهین میکرد. خب این توهین مگه ابو طالب و بقیه کسایی که حضرت محمد رو کمک میکردن و کسای کمی هم نبودن؟ حتی وقتی که از طائف برگشت یک کسی بیرون اومد گفت من امانش دادم. اگر به همه توهین میکرد، خلاف عرف بود، اونا چطور اینقدر بی غیرت بودن؟ ایشون میخواد یک فرضیه رو ساخته درست کنه. باز اگر مثلا به فلان کس گفته زنازاده، یا مثلا گفته که تن زننده،
همزت لمزه چی است؟ میگه وای به کسی که طعنه میزنه. یعنی اینه ما بد میدونستیم اونا طعنه میزدن. حالا اگه یکی تو صورت من سیلی زد، منم یه چیزی بهش بگم که آقا تو جاهل هستی، این حرف بدیه یا نباید بگه؟ اینه چرا نمیگه که پیامبر چقدر مسخره میکردن که ساحر هستی، فلان هستی، مجنون هستی؟ اون که میگه دیوانه درسته، عجب وکیلی مدافعی دارن مشرکین، والا آدم نمیدونه چی بگه. این مجنون نمیگفتن به پیغمبر؟ ساحر و مجنون چند بار میگفتن؟ همه لقبا رو بهش میدادن. اینم جوابش میداد که جواب همینه که تو آقا کینه میگه خودت جاهل هستی، به اندازه نفهم هستی، به اندازه خر نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. به نظر من اگه من الان بیام اینجا یه کار عجیب غریبی بکنم، اگه شما بگید این کار این آدم به اندازه مثلا گاو نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. مثل زدن هیچ عیبی نداره. پیغمبر مؤمنین هم مثل زده، آقا گفته دستتون مثل سگا رو زمین نذاری در سجده. این اصلا توهین نیست، این وصفه. توهین اون است که تو بی دلیل بیای خواهر مادر یکی رو فحش بدی. عرف میگه، عرف جامعه اون توهین میدونست. عجب جامعه پاکیزه بود جامعه مکه که خودشون مجنون میگفتن، دیوانه میگفتن. خب این باز مزمم ها رو کی میگفت؟ پیغمبر اس حضرت محمد محمد بود یا نبود؟ اونا میگفتن مزمم. چطور اینه نمیگی ابو جهل میبینی؟ آقا جواب های هوی است دیگه. باز نمیگه شما که خداوند، شما که نمیدونم ادعای مسلمانی میکنی شما باید فحش ندید، شما که ادعای نامسلمانی میکنی باید فحش بدی. نه در دین ما اینطور نیست. بله وقتی که قدرت در دست ما اومد دیدی که همه شونو بخشیدن تو همین مکه، همین مکه‌ای که شما میگه پیامبر دشنام میداد همه رو بخشید. حالا شما میگی بس آینده است، خدا کنه در آینده ببینم اونجا چی میگه. اگر بخوای همینطور بگی که آبروی خودت میره، من از وقتم استفاده نمیکنم که بیرندگان خسته نشن و بهشون فرصت خداحافظی بدید. ولی این رو بازم میگم که آقا بیا یک دستور اسلام زیر سوال ببر، نه رو در تاریخ این ور اونور در کتابایی که اصلا معتبر نیست. کتاب تاریخ معتبر نیست، تاریخ معتبر نیست. الان شما ببین ابن جریر طبری، شما نگاه کنید تقریبا 113 تا حدیث آورده در مورد صفین، 99 تاش تو 4 تا شیعه نقل کرده، قبول نیست. شما بیا دستورات باری که در قرآن سنت از زیر سوال ببر که آقا در دین شما دشنام دادن حلال است. در تاریخ میگه پیغمبر دشنام داده، اما مسلمان ها امروز دشنام نمیدن. این حرف رو والله مرغ پخته هم بهش میخنده. من صحبتم تموم شد. خب متشکرم آقای سلیمانی، صحبت پایانی و خداحافظی یک دقیقه. خواهش میکنم، سپاسگزارم از لطف شما. من سعی کردم با ارائه اسناد تاریخی، روایات و تفاسیری که در این زمینه بود، آن چیزی که نیاز بود عرض کنم را عرض کنم، و امیدوارم که دوستان بتوانند یک نگاه منصفانه محققانه نسبت به این داستان داشته باشند. سپاسگزارم از شبکه نور که این فرصت رو برای بنده حقیر فراهم کرد که در محضر جناب سجودی بیاموزم و یاد بگیرم. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون. آقای سجودی، صحبت پایانی و خداحافظی. بله، من اسم پسرم علی است. آیا من میتونم به پسرم بگم که کسی باید من بگه تو دشمن علی هستی؟ نیست. دیدی که شیعه به ما میگن. پس تهمت سنی، تهمت مشرکین به پیامبر. یکی از بزرگترین مشکلات ما مسلمان ها این است که تهمت میخوریم. حالا مثل که حالا تهمت خوردیم که در دین شما دشنام هست و همه ما شما میدونیم که چقدر ما از دشنام بری هستید. منم از آقای سلیمانی تشکر میکنم، جرأتشون رو ستایش میکنم که جرأت دارن با شکل خودشون میان. من میشناسم کسایی رو که بسا اسلام ستیز هستن اما دارن برای حکومت کار میکنن و من این رو تحسین میکنم. خوشحال هستم که این شجاعت داشتن اومدن و من این عذرخواهی را میکنم که لهجه من نیطوری است که گاهی ممکنه تون بشه، مناظره است دیگه، ولی هدف من هرگز توهین به ایشون نبود. دعا میکنم که الله ایشون را هم هدایت کنه و همه کسایی که صحبت های ما رو میشنون. آمین. الله حافظ. خیلی متشکرم. این فرصت رو میخوام از دو عزیز که هفته آینده این مبحث رو ادامه بدیم، این موضوع رو، حالا مبحث رو در اطلاعیه خدمت بینندگان اعلام خواهیم کرد. موافق هستید برای ادامه مناظره در جلسه بعد هفته آینده انشاءالله آقای سلیمانی؟ بله من موافق هستم و با کمال افتخار در خدمت شما خواهم بود. افتخار از ماست. خیلی متشکرم. آقای سجودی موافق هستید با این مناظره و ادامهش در هفته آینده؟ بله حتما موافقم. بله با خوشحالی موافق هستم. بله انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم از دو عزیز و از این صبر و حوصله و دقتی که توی تایم بندی و عذر منو بپذیرید از اینکه گاه دخالت میکردم توی مبحث، بعد برای این بود که مسیر صحبت مسیر دقیق تری پیش بره و به نتایجی برسیم. خیلی خیلی متشکرم از هر دو عزیز. آقای سلیمانی عزیز، حقوقدان و
و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش و از آقای سجودی عزیز کارشناس علوم اسلامی. شبتون بخیر. خب بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که صبر و حوصله کردید. هفته آینده انشاءالله ادامه این مبحث و این مناظره رو با هم خواهیم دید و با ما همراه باشید. الله یار نگهدارتون باشه.